Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اجازه بفرمایید که قبل از همه از موین صاحبای محترم سپاسگزاری بکنم که به مجلس نهایت مهم و سیمینار نهایت تعیین کننده تان از ما دعوت به عمل آوردید. جای افتخار است که به گردمایی او رهبران ارشد پلیس ملی کشور حضور با هم میرسانیم که در تاریخ کشور ما یک نام مقدس و یک نام بزرگ بر همیشه ثبت خواهد شد. میخواستم از صمیم قلب با استفاده از این مجلس مهم از نام رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان صمیمانه ترین تبریکات خود خدمت شما ارائه بکنم. اولین مناسبتی که آرزو دارم این تبریکات به هر یک شما و از طریق شما به هر پلیس قهرمان کشور خود در سراسر کشور برسانم. کامیابیتان، پیروزیتان در این فصل جنگی بود. خداوند به شما پیروزی داد و به دشمنتان ناکامی حتمی را. هیچ کس باور نمی کرد که یک روز قوای مسلح کشور ما، نیروهای دفاعی و امنیتی کشور ما بتوانند به تنهایی از وطن خود و از عزت و شرافت ملت بزرگ افغانستان به نحو دفاع بکنند که هیچ نوع تغییر در جغرافیای سیاسی و در جغرافیای حاکمیت ملی کشور به میان بیاید. من یکی از شاهدین این پروسه ها و مراحل مختلف این تصمیم گیری ها بودیم. 7 سال قبل من از حضور شما اجازه گرفتم و آخرین وظیفه ای را که در وزارت محترم داخله داشتم از او رخصت گرفتم. در او زمان ما 352,000 قوای دفاعی و امنیتی جمع 30,000 پلیس محلی داشتیم. 382,000 در اون زمان اضافه از 140,000 قوای امنیتی کمک بین المللی یا اردویی که تاریخ بشریت به اندازه از اونا اردوی رسیده و مجهز ندیده بود، او را هم در پهلوی خود داشتیم. در اون زمان رهبران دنیا ای باور نداشتند که اگر انتقال مسئولیت های امنیتی صورت بگیره ای افغان ها بتانند و تنهایی خود از کشور دفاع کنند. قطعا این اطمینان در بین از این رهبرها وجود نداشت. این اطمینان در یگانه جایی که وجود داشت در سطح رهبری دولت و در سطح شما قماندانان با افتخار کشور وجود داشت. شما در اون زمان اطمینان داشتین که این کار ما میتونیم و این کار خداوند توفیق عنایت فرمود که انجام شد و انجام میشه. بنابراین با انجام انتقال مسئولیت‌های امنیتی نیروهای خارجی کمکی از 140,000 که گاهی تا 150,000 هم رسیده بودند تعدادشان پایان افتاد و کمتر از 10,000.
و او هم قطعاً نقش ماربوی را به عهده نگرفت. فقط نقش آموزشی و حمایوی را به عهده گرفت. نیروی دفاعی افغانستان زیاد نشد. به او تعداد ماند. ولی با کاهش سرسام‌آور قوای هوایی بین المللی که در کشور بود، زمینه بر تروریسم بین المللی و نهادهای دولتی که از اونا در این منطقه حمایت میکنه زمینه مساعد شد تا گروه های مختلف از تروریست های خارجی را هم داخل کشور بساز تحت عناوین مختلف. تعداد تروریست ها نسبت به 7 سال قبل که من در خدمت شما بودم نسبت به او زمان امروز 3 چند افزایش یافت. ما تنها با تروریست های داخلی روبرو نیستیم. از هر 4 نفر تروریستی که ما با او روبرو هستیم 1ش خارجی است. این خارجی یا به سازمان‌های جهنمی القاعده و داعش ارتباط داره که سازمان‌های بین‌المللی تروریسم است و یا به گروه‌ها و شبکه‌های تروریستی منطقوی چون به اصطلاح جنبش اسلامی ازبکستان به اصطلاح جنبش اسلامی ترکستان شرقی تعلق دارن و یا به تروریستای پاکستانی تعلق دارن چون لشکر طیبه جیش محمد تحریک طالبای پاکستان و هم صالح بنام. در حال که کاهش عظیم واقع شد در ظرفیت ها و قابلیت های ضد تروریسم در داخل کشور با خروج نیروهای خارجی و با تغییر نقششان، اما در شهامت افتخار آفرینی پایمردی شما قهرمانان افغانستان هیچ تغییر واقعی نشد. اگر یکانه تغییر واقعی شده او تغییر مثبت بود که با ایمان راسخ و با وفاداری بی‌نظیر و خاطر مردم خود استاده شدیم و در برابر ظرفیت 3 چند افزایش یافتی تروریسم نه تنها از ملت خود دفاع کردیم بلکه از تمام منطقه و جهان دفاع کردیم. این جای افتخار و مباهات است و من میخواهیم او را صمیم قلب شما تبریک بگویم. پا زین معافلو که ما گنون وکی او پا تاسف سره در زین ملکو مشرانو کچه مشاورین امنیتی میلی و او کچه وزیران و او یاد راقی پورت مشران پا دی معافلو که ترخی خبری وکی قطعا دیتا متوجه نو چه پا افغانستان که زموج قهرمان پولیس، زموج قهرمان اردو او زموج قهرمان ده ملی امنیت زواکونه چکی دایوه خبره به دایم کول موج ده افغانستان اصد بی ثباتی پا حکل پریشانه موج ده تروریزم پا حکل پریشانه ده افغانستان اصده پریشانی لرو ده افغانستان اصده پریشانی لرو پا دیر حوصله منده سره پدې خبرو کې موږ ګډون وکړو په داتیر درې کلو کې د دوی سه یو پښتنه ما وک ما ویل چې دا په لسهاو زره ستاسو اتبا چې تروریزم ستاسو د هیوادو سه جلب جذب کړل د آسیا میانه سه جلب جذب کړل او د دې منطقې سه جلب جذب کړل او هر یو ورخطا است چه دا اولارل دایش سره یو زایسول
دولار القیده سر یوزای سو دا جلب و جسب سوک که استاسو په هیوادو کی بیا استاسو ده هیوادو سه شرق میانه تا سوک وری یو اطمینان خوبه الول ری چه موش دا تایری نلرو چه دا انتقالات وکو دا سوک وری شرق میانه تا پاغت زای که چوک زدکر ورکهی پاغت زای که چوک اکمالهی او دا اغت زای سه برت چیری را لیشی دا پتن زایونه یا پناگاهی چی دی دا افغانستان سه ها خوات او دا دی خلکو دا پاره زینی استفاده کیجی دا چوک کی مالا پا حقیقت هم تپویی هم زپویم ته شهامت د ویلو نه لري زه شهامت د ویلو لرم زه درته وایم د تروریزم تر شا افغانستان نه دی د تروریزم تر شا هغه کړی دی چې تاسو شهامت نه لري چې ورته ګوته ونیسئ افغانستان خو په دا تیرو اوولسو کلو کې اشاره کړې ده چې پټ ځایونه او پناهګاه یې د تروریزم په کوم ځای کې که ته دا شهامت لري نو ته هم دا اشاره وکړه خیر دا شهامت خو نسته درسره اوس دا تروریستان را روان دي د پټنځایو څخه افغانستان ته را داخلیي د افغانستان ځي شمال خواته او د شمال څخه تاسو خواو ته راځي څو وخته مخکې د دوی یو مشر تروریست موږ دستګیره کړی ستاسو په کومک زموج ملی پولیس قهرمانی و که دا تروریست پا سر پل که دا امنیت ملی پا همکاری بونی وی دا تروریست مکشه نوی دا دیه وادو مشران مورت را و غشتل امنیتی مشران مال زینی پشته نوی که چه دا کم زای سر آلی او شمال تا دا چا پا کومک روان وی چا و ساتی پا سر پل که حقا احمقانه او ظالمانه اتهام چې تاسو پر افغانستان د افغانستان پر خلکو او د افغانستان پر دولت واردوي حقیقت دا دی چې تاسو باید د دې با افتخار ملک سره مننه وکړي که د دې ملک افتخارات نه وي د دې ملک شهامت نه وي او د دې تروریستانو په مخ کې چې دا سات موږ اچولی دی مالا په خدای باور وکړئ چې ستاسو هر هیواد به په اور کې همدغسې سوځي لکه چې موږ په اور کې اوسیو یو هیواد به نه د چین څخه تر روسیې پورې نه د آسیا میانه څخه تر پاکستان او تر ایران پورې او نه تر شرق میانه پورې او نه په اروپا کې به د دوی سره آرامه پاتې سي د دوی په مقابل کې چې هغه کس ولاړ دی هغه تاسی است دا هیوادونه ایواز د دې چې ما ول زموږ څخه مننه وکړئ چې ستاسو د دښمن په مقابل کې ولاړ یو تاسی اوس هم زموږ په حقله شک لرئ او یا ځینې ګمراه عناصر مو زموږ په خپل هیواد کې پیدا کړي دي چې هغه پر خپل هیواد پر خپل پولیس په خپل اردو باندې شک کوي دا درې کاله چې افغانستان په مستقله دفاع کې ځان وساته او دنیا یې وساتله دلته د شک ځای نسته دلته که د یو شي ځای سته د تشکوری کورآبادی او د مننی ځای دی که دوی کوي که نه کوي اجر خدای تاسو ته درکوي او دنیا در باندې افتخار لري څو وخته مخکې تاسو د جناب ترامپ وینا واورېدله کله چې نوې ستراتیژي اعلانوله په دې وینا کې یوه مهمه موضوع د څرګنده کړله او هغه دا وه چې د افغانستان ملي اردو ملي پولیس او امنیت ته خپل احترام درناوی اظهار کړي څو ورځې مخکې د ناتو سرمنشي راغلی و د امریکې د وزیر دفاع سره د هغوی خبرې مو واورېدلې
ولی یو عمده دلیل چې ولې موږ ستاسو سره ولاړ یو، یو خو ولی زموږ منفعت دی. که خدای مکړه په افغانستان کې ناکامه سو، ناکامي یوازې به د افغانانو نه وي، ناکامي به د دنیا وي. ای تروریست ها در اینجا استاد نمیشن. ما با ای بزرگای امنیتی منطقه ای را چندین بار مطرح کردیم. گفتم امرای ما IMU یا ETIM چی داره؟ او میخوای از خاک ما تیر شو و بیای به جان تو. در برابر از این قهرمانای ما استاد است که مانع شدن. و ایرمو دوستایتان تربیه میکنه که شما شهامت از این گفتم ندارین که بگوین که این پناهگاه در کجاست. میاین در مجالس پت پت امرای ما گپ میزنین که به خدا ما از یا نگرانی داریم، ولی وقتش که زمانش میرسه که باز استاد شوین، نگرانی تان اظهار کنین، باز دو زمان خاموش هستین. به هر صورت این بر ما مهم نیست که شما آماده حرف زدن هستین یا نیست، ولی آن چیز بر ما مهم است که مسئولیت و رسالت تاریخی ماست که نه تنها اولاد خود از شر از این تروریست ها نگاه کنیم، بلکه اولاد این منطقه و جهان هم نگاه کنیم. و این کار ما می کنیم. فلهازا این پایمردی شما در جبهات جنگ و عظمت و هوشیاری شما در میدان سیاست و میدان روابط جهانی ایتان بود که احترام دنیا را کمایی کردی. احترام دنیا تنها به خاطر قربانی ایتان نیست که او به جای خود بسیار مهم است. نمیخوایم در مورد هر نوعی از قربانیه که شما و سایر نیروهای دفاعی امنیتی و ملی ما دادن در اینجا با تفصیل صحبت بکنم، چون تفصیلش مردم افغانستان در هر گوشه و کنار خود می دانند. اگر شما تانستین که انتقام قتل عامه مرزا اولنگ بگیرید، این مردم افغانستان میفهمند که شما این با چه قربانی تانستین بگیرید. اگر شما تانستین از مردم شینوار ما در برابر داعش دفاع بکنید، این مردم افغانستان میفهمند. اگر شما در بدخشان ما در برابر داعش و گروه های تروریستی آسیای میانه با افتخار جنگیدین و دفاع میکنین، او قربانی را ملت افغانستان، ملت بزرگ افغانستان میفهمه. و حالا آیسته آیسته دنیا هم درک کرده، بلن نه تنها به قربانی تان ارج مگذارن، بلکه به یک چیز دیگی که قبلا ما او را ندیده بودم و حال تازه از اینا مشنوام، با او احترام که اینا میکنن قلبا صادقانه انرژی و توان و قوت میگیری. اینا میگن که سر افغان اعتماد کو که در پالویت استاد شد با آخرین شهامت و با آخرین توان خود می جنگن. متاسفانه یا همی تو تجربی خوبه در دیگه جایا ندارد، ولی در افغانستان این تجربه را پیدا کرد، این احترام پیدا شد. آل بزرگای محترم، شما نه تنها این فصل جنگی را بر افغانستان بردی، بلکه شما میدان سیاست بین المللی را هم بر افغانستان کمایی کردی. چی شواهد و مدارک هست که شما این میدان سیاسی بین المللی را بردی؟ می خواهم با صراحت خدمتتان عرض کنم. اداره ایالات متحده امریکا و تمام اعضای کشورهای عضو ناتو یا کشورهای عضو ناتو کلش به این فکر بود که شما اول بانین افغانا را دمی 3 سال میبینیم که یا توان جنگیدن، اراده جنگیدن، ظرفیت جنگیدن دارن یا ندارن.
بعد از او تصمیم میگیریم در مورد ای که کتکی همکار و دوست شویم در برابر خطرات مشترک. این تصمیم در ماه گذشته گرفتن. در ماه گذشته تصمیم به این شد که تروریسم در واقع یک مثلث خبیث است که در این منطقه و در جهان در حال ظهور است و قوت میگیره. این مثلث خبیث از سه عنصر تشکیل شده. در یک طرفش سازمانهای افراطی دهشتگر تروریست است. در طرف دیگه اقتصاد جنایی به شمول مواد مخدر و اختطاف و قاچاق انسان است. در طرف سومش دولت‌های خدا ناترس ظالم دولت است که به خاطر اهداف سیاسی و امنیتی خود از این دو عنصر خبیث دیگه استفاده میکنه. بنان حلقه خبیثه به این ترتیب اما مثلث خبیث تکمیل میشه. تروریستا، قاچاقبرا و دولت‌های حمایتگر تروریسم و قاچاق و جنایات سازمانی یافته. اینا با هم یک جای شده. این خطر تنها به افغانستان به میان ناوردن. تنها بر آسیای میانه و بر همسایه ما نی. بلکه بر تمام جهان به میان آوردن. تصمیم اول جهان، جهانی که امرای ما امروز استاد است. این شد که این سه خطر تنها خطر به افغانا نیست، این خطر به تمام جهان است. بنان اینا بالاخره با ما درک مشترک پیدا کردن که خطرات را که ما را تهدید میکنه یکیست. دوم، اینا فیصله کردن که هیچ ملت با این قهرمانی و مسئولیت در برابر این سه خطر استاد نشده که افغانستان استاد شده. بنان افغانستان سزاوار حمایت بین المللی است. اینا استاد شدن. تصمیمی را که گرفته بودن، تصمیمشان همی بود که اینا براین از افغانستان که بالا در برابر سه خطر ما جنگیده نمیتونیم. ولی وقتی قهرمانی و شهامت شما و ملت بزرگ ما را دیدن، گفت که بیادر این با این دست خالی خود می جنگه. بر دنیای با این عظمت و با این قوت و ظرفیت و قابلیت جای شرم است که افغانا را تنها بانه و خود هم در خطر برد. بنام تصمیم گرفتن که با ما باشه، با ما موافقه کردن که امرایتان هستی و بر 4 سال آینده اردو و پلیس تانه با مو سرحدی می سازیم که ملتتان آرزو داره که بر دفاع از خود به او قابلیت ها باید تکیه کنه. بنان امروز شما دو فیصله را دارین از دنیا امرایتون. فیصله اول که اینا تا ختم تروریسم بر اساس شرایط عینی و واقعی امرای مردم ما استاد میشه. فیصله اول. فیصله دوم که در 4 سال آینده اردو و پلیس تانه به سرحد می رسانن از بابت حمایت تکنیکی. حمایت بشری با تکیه به ایمان خود، با تکیه به ارزش‌های اسلامی و افغانی خود، او را باید خود ما بسازیم. صرف حمایت تکنیکی و مالی را از اینا می خواهیم. این را گفتن دیوی 4 سال ما که تا ناظر رسیم که میره بسازیم. بنان ما به شما باز هم تبریک بگم که میدان جنگ بردین امسال، میدان سیاست بین المللی را بردین و در عین زمان بر احیا، رشد و تکامل قوای دفاعی و امنیتی افغانستان حمایت جامعه بین المللی را کمایی کردین. بنان صادقانه تبریک کنم. ولی همکاران
جنرالان محترم کشور این حمایت که حمایت ملی برای شماست و حمایت بین المللی مشروط به شرایط است که از او شرایط یکیش شما پورا کردی یکی دیگیش تا هنوز صادقانه پورا نکردی هر دویش اگر نبود به جای این کار پیش نمیر شرط اول را که ما پورا کردیم و اینا فیصله کردند که درست است دستات میشیم که در افغانستان او شهامت شما قهرمانی و مسئولیت شما در میدانهای نبرد و معاربه بود این را پورا کردیم در هیچ کس کتتان دعوا کرده نمیدون قطعا کسی در این مورد شک کرده نمیدون شرط دومی را که اینا دارن و ملت ما از ما دارن در این شرط دوم از ما کامیابی میخواین ما در رای درست روان استیم بر برآورده شدن این شرط ولی تا هنوز کامیاب نیستیم در اون اما طوره که در برابر تروریسم با شهامت و قهرمانی جنگیدیم از ما میخواین که به می شکل در برابر فساد در برابر ظلم، در برابر دزدی، غارت و در برابر نقض حقوق بشر به می شهامت استاد شویم. قوت از این دشمن برابر تروریسم نیست هم کارهای محترم. وقت تروریسم میتونین به زانو بیارین، این هم میتونین. فقط اراده قوی به کار است، انتظام خوب این کار حتما میتونیم بنان اگر من به مشخصات برم که با شما صادقانه صحبت بکنم که خدای نخواسته ناکامی داری پورا کردن شرط دوم ناکامی تنها وزارت داخله یا پلیس یا اردو نخواد بود خدای نخواسته که این ناکامی تمام ملت خواد شد شما مردم نیستین که برای ملت ناکامی بیارین شما صرف آموزش دیدین که برای ملت کامیابی و پیروزی بیارین بنان در شرط دوم نباید خدا نخواسته ناکام شوید اینا از ما چهار چیز مشخص میخواین در شرط دوم و ما میخوایم امور صادقانه کتان شریک کنیم و بگویم که اگر نمیتونیم باور رئیس صاحب جمهور ما باور رئیس صاحب اجرایی ما باور معاونین محترم ریاست جمهوری و ریاست اجرایی ما که رهبری حکومت ما را تشکیل بیدن ای است که ما میتونیم ولی میخواییم با شما در میان بگذاریم که اگر نمیتونیم که مردم را وعده ندیم و اگر میتونیم و ای را من حیث رسالت تاریخی خود میدانیم در اون صورت اگر وعده دادیم دیگه باید اما طور صادقانه که در برابر تروریسم جنگیدیم در این برسه هم باید بجنگیم میگه در شهامت معاربوی شک نیست قابلیت معاربوی قابل نگرانیست احزارات معاربوی ما قابل نگرانیست شهامت معاربوی ما قابل نگرانی نیست در احزارات چی شامل میشه؟ اول پرسونل دوم تکنیک و تجهیزات و اسلحه و سوم حمایت و اداره پاک که بتانه خدا برسان ما در سیش مشکل داریم همکاران محترم در بین ما و شما هیچ کسی نیست که به ضمانت بگویه که این چیزی را که در تشکیل است و راپور میدیم این چیز موجود باشه در میدان جنگ نیست همکارای محترم ما چون جز شما بودیم همراهتان بودیم و افتخار خدمت مشترک کتان داشتیم به او خاطر به خود صلاحیت میتونم که جسارت کنم برتان بگویم در بین ما کسی نیست که بگویه که آن چیزی که در تشکیل است بر آن چیزی که ما پول بیت المال را به دست میاریم بر آن چیزی که ما کمک بین المللی را به دست میاریم
عمود میدان ماربان باشه، عمود میدان خدمتان باشه. اینطور نیست. از او خاطر تمام روز پشت ما گپ سرباز خیالی، پرسنل خیالی و اشبار گرفتن. این مشکل حل نکنیم، ازارات ماربوی را حل کرده نمیدن. دوم، فساد که اسلحه ما را مفروشه، فساد که تیل سرباز ما را مفروشه و از همه بدتر فساد که نان سرباز ما را ازش میگیره. جنرالای محترم ایره نه رئیس جمهور میتونه، نه رئیس اجرایه، نه پارلمان با افتخار ما، هیچ یک از اینا نمیتونه مگر اینکه ایره ما و شما کنیم. تروریست میایه سرباز ما را که با تمام ایمانداری به خاطر وطن استاد است میکشیش، مفسد میایه نانش ازش دوزی میکنه. بران این حالت است که هر دویش بر ما عین شکل باید باشه. هر دویش دشمن سرباز ماست، هر دویش دشمن وطن ماست. در ازارات ماربوی تجهیزات و اسلحه ما میه. پیشتر جناب موین صاحب ارشد امنیتی امو دل خود باز کرد و گپ اصلی رو شما و تجهیزات را که در تشکیل داری نداری. به دو علت است که شما او را نداری. یک علت بیغوری قمندان است. یک علتش هم بیغوری کل ما مسئولین سیاسی در این سطح است. بیغوری قمندان این است که یا اسلحه و تجهیزات و وسایط و مخابرات خود درست نگاه نکرده، راپور نداده. بیغوری سطح ما ای است که چرا پرسان نکردیم، چرا ایره پس اکمال نکردیم. تا نوز ای جای هست که من میخوایم به شما عرض بکنم که در ای اگر یک دست استاد نشویم ایره حل کرده نمیتونیم. یک دست باید عمل کنیم، با یک اراده و با یک ایمان. ما تکرار میکنم همکارای محترم که دشمن از این خوشحالی به دست نبیاره که ازارات ماربوی قوای دفاعی و امنیتی افغانستان درست نیست. با می ازارات شما را ما شکست دادیم، اگه ایره بهتر کنیم ما چی خواد کردیم. همکاران محترم هیچ چیز ما را از پای نمندازه و یا به این صورت ما را از پای انداخته نمیتونه مثل که دو چیز مندازه. یکی بی اتفاقی سیاسی، دوم فسادی داری. این دو چیز مطلق ما را از پای مندازه. یک تلاش بسیار عالی شد که حکومت وحدت ملی هر اندازه انتقاد که سرش هست به جای خودش، چیزش مشروع چیزش نامشروع، ولی یک دستاورد بزرگ که داره حکومت وحدت ملی که وحدت ما را پس نگاه کرد. انتخابات باعث تولید وحدت نمیشه، ولی حکومت وحدت ملی وحدت ما افغانا را نگاه کرد. بسیار خوب، بنان یک چتر از وحدت ملی را بالای سر خود داریم، ولی آیا میتونیم توان داریم که فساده که دشمن دوم ماست که ما را از پای مندازه ایره در برابرش استاد شویم؟ فساد قربانی میخوایم. مبارزه با فساد قربانی کار دارم. ما بارها مقابله کردیم با این استدلال ناروا که پی هم اینا پلیس هم ملامت میکنه، و ما ایره بارها استدلال کردیم و عالم میکنم و بی باور است که هیچ کس در افغانستان برابر پلیس قهرمان ما برای زی وطن قربانی ندادن. بران وقتی ایتر قربانی میتر برای دفاع از وطن، اول خویش احترام کنی. دو سه مفسده که او خودش دشمن پلیس است، او را نباید نماینده پلیس تلقی کنیم.
مفسد از ما نیست، مفسد علی ماست. نماینده ما نیست، دشمن ماست. بنان او را نباید، قصه شرم‌آور مفسد نباید، قصه قهرمانی و قصه پر افتخار پلیس ما را زیر شعا بگیره. بنان وقتی برای دفاع از وطن حاضر به قربانی استی که هیچ ملت به این تعداد قربانی را در روز نمیده که ما میدیم، بنان در برابر فساد هم بیاییم که همین قربانی را کنیم. کل قربانی را که فساد میخواه ای است که به فکر جیب خود نه، به فکر اولاد مسکین ملت خود باشی. اگه ای توانه پیدا کردیم که ما یقین دارم ایره داریم و در اونایی که توانه ندارن یا مانعشان شویم یا از جمع خود دورش کنیم تا این لکه ننگ کت ما نباشه. تلفات که ما داریم همکاران عزیز یک قسمت زیاد از این قابل جلوگیری است. این نادرست است. کامیابی و ناکامی یک قمندان تنها در این محاسبه نمیشه که کدام معربه را فتح کرد. در این هم محاسبه میشه که چطور از تلفات بیمورد جلوگیری کردم، چطور از زاییات جلوگیری کردم. کامیابی قمندان در این هم محاسبه میشه. این کامیابی را توانش هم در هر یک شما میبینم همکاران محترم. باز عرض میکنم که جسارت به خاطر میکنم که جز شما بودی. این را من میبینم در هر یک شما. فقط زمان ازی رسیده که آل یک فصل نو شروع کنیم بر دست آوردن این چهار مورد. فصل نو شروع شد. رئیس جمهور، رئیس اجرایی شما دنیا را قانع ساخت که امرایتان استاد شد. رهبری نو وزارت داخلی تان با پاکی و صداقت کامل کار شروع کرد. بنان یک فصل نو به میان آمده. بیایی که از این استفاده کنیم یک جهش تاریخی دیگر هم انجام بدیم. پلیسی را که دنیا احترام میکنه به خاطر قربانیش، بیاین که به سرحد برسانیم که ملت بزرگ ما و دنیا به خاطر پاکیشم ایره احترام کنم. پیشم خبری رس و وجدی سوی دل منزه وقتم را نیجدی کیشی، اما غوارم دوی نور تو که تا هم اشاره وکم. زما محترم و قمندانان عزیزان، هر کار چی کوی ده دی دشمنان پا مقابل که یو قابلیت چی پا پولیس که یو چه ضعیفه سوی دی دخل دوباره احیا که خدای کول مجدی زای ترسیش. ده استخبارات و او ده کشف قابلیت یو ار بیا احیا که پا پولیس که پا مغا سرحده ورسوی. پا طول احترام سره بیا هم عرض کوم خواهش می داده چی داده انتقاد پا صفت مگره، داد پیشنهاد به صفت وگرنی. زموش کشف او استخبارات که قویسی، تلفات کمیجی، فساد ورکیجی، دو دشمن شکست حتمی کیجی، دو ملت دو تلفات و سمخنیوی کاملا مقدور کیجی. هغو رزی چه دا چلور کس وحشی انتحاری رووتل دیو کور که دا میدان اوی سر نجدی خلکی و وجل او دزیه وکی. دا ناکامی دا قابلیت ماربوی نده. دا ناکامی دا کشف او استخباراتو ده. یوازی استاسو نه. دا طولی دستگار. بنام دا پولیس قهرمانی یوی خواهد دا ناکامی دا منولو ور نده. زما خواهش استاسو دا محترم و قماندانان. دا یوازی موین صاحب کشفی و زد جرائمی نیسی کوله، یوازی رئیس به تروریزمی نیسی کوله، یوازی رئیس به استخباراتی نیسی کوله. که ار قماندان دسی احساس و نیکی چه پیو لاسکی امنیتی ماربوی قواتی پا بل لاسکی کشفی و استخباراتی دا کار بیا نیسی کوله.
دا دوه کسره یو ځای نه کوي دا کار مخته نه ځي دا خو هغه خبرې دي چې ستاسو په منځ کې داسې مشران شته چې دا یوه موږ ته کړي دي موږ د دوی څه زده کړي دي دا خبرې دا دوه سره یو ځای کوي هر هغه دشمن چې موږ لرو که داخلي دی که خارجي که فساد دی که تروریزم تر ټولو مهمه لاره یې چې په ګوندو یې کړو کشف او استخبارات دی دا د اطلاعاتو جنگ دی او په دې اطلاعاتو په جنگ کې موږ باید ناکامه نشو دویم ټکی هرو مرو یې درته کوم قطعاً قابل قبول نیست که جوانای معترض سیاسی ما در روی جاده ها بر یک حق مدنی مورد شلیک گلوله قرار بگیرن قطعاً جواز ندارن هیچ دلیلی پیدا کرده نمیتونیم که ایره توجیه کنیم اوی را که قرار است ما نگاه کنیم اوی را که قرار است هر روز بخاطرش هر روز شما پلیسای قهرمانی وطن به طور اوسط بین 10 تا 15 شهید میدین به خاطر این جوانا به خاطر این نسل آینده ما قطعا جواز نداره که وقتی که او آسی میشه وقتی که او قهر میشه بر روی جاده میایه در برابر از او با تفنگ و گلوله استاد شویم قطعا نی علم را که دنیا و تجربه را که دنیا بیرون کشید در برابر از او باید قطعه ضد آشوب باشه که از تمام وسایل قانونی کار بگیره که به زندگی و حیات از او خطر و به عزت و وقارش خطر مواجه نشه از او خاطر کمبود کلانی که ما داریم قطعات ضد آشوب ما باید به پای خود استاد شه علم یاد بگیرن حوصله مندی را یاد بگیرن اول خود خداست که سیاست ما و حلقات سیاسی ما به این بلوغ برسند که در وقتی که این ملت در برابر یک دشمن ظالم رقم القاعده، داعش، طالب و امثال هم قرار دارد در اون زمان اتحاد و همبستگی را نگاه کنند نه ای که جوانای مسکین ما را که از اصل حقیقت خبر نیست او را هیجانی کنه در روی سرک بدوانیش باز در برابر پلیس استادش کنه اول خود خداست که ما به این بلوغ برسیم به این مسئولیت پذیری برسیم و به جای برسیم در اون نواقص را که دولت و حکومت داره او را ما اصلاح کنیم اینا او را اصلاح کنن که ضرورت به این قطعات نباشه ولی اگه باز ضرورت نفته قطعه ضد آشوب نه قطعه ضد تروریسم اینا را ما نمیتونیم در برابر ملت خود استعمال کنیم از اون خاطر خواهش دارم از همه تان که با قوت در کابل و در شهرهای دیگه قطعات ضد آشوبه که به صورت انسانی و قانونی جلوه این مشکلات رو میگیره در آخر میخواییم یک اطمینان خدمت دان بتون اگر به خاطر منافع وطن به خاطر منافع ملت خود به خاطر رضای پروردگار خود در این را با صداقت و راستی روان بودیم من میخواییم برتان اطمینان بتون که رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان با می تمام می صداقت در پولیتان استاد خود مسئولیت را که دفتر ما به عهده دارم او ای است و او وادر من امروز به همه شما مخصوصا به دو معاون صاحب محترمتان می دارم وزیر صاحب پیشتر ما صحبت کردیم هرات تشریف بردن با اونا هم ای اطمینان قبلا در تلفن داد که دفتر ما با تمام قوت ایمانداری و همبستگی در پولیت استاد است دمی را به پیش برو ما کتت استاد است در اکمالات کتت استاد است بسیار به زودی خود شنیدین بخیر هلیکوپترهای ترانسپورتی را خود گرفتین اون روز بخیر چند تای دیگه هلیکوپترهای جنگی را به زودی خود شنیدین بخیر که برتان برسه هم از هلیکوپتر گرفته تا اسلحه تا تجهیزات اما چیزش در این مورد شما تشویش نکنید شما در نگهداریش تشویش کنید اکمالاتش بگردن ما که همراه وزیر سایبایتان و همراه موین سایبایتان از نزدیک کار کنیم این اکمال شد این مسئولیت ما میگیریم چی پلیس محلی تان است
و چه پلیسی ملی دا. این با تمام صداقت پولیتان استاد میشه. حتی من پیشنهاد مشخص میکنم با وزیر صاحب داخله و با معاونین محترمش که حاضر هستیم که یک میکانیزم دائم الفعال در دفتر شورای امنیت بر اکمالات پلیس بسازیم که هر روز با هم گپ بزنیم. و در این راستا نه تنها به نیازمندی های برادران خود برسیم، بلکه به نیازمندی های خواهران قهرمان ما که در پولیتان استاد هستند به اونا هم برسیم. این حتمی است برمید. با این اطمینان عذر می خواهیم که صحبتم دراز شد، ولی چون بعد از 7 سال بر اولین بار خدمتتان آمده بودم، ما هم دل 7 سال خود خالی داریم. بسیار تشکر می کنم. پروردگار شما را در هر عرصه زندگی کامیابی را نصیبتان کنه. اما طوره که با افتخار این سال سپری کردین، 3 سال قبلی، 17 سال گذشته، امیدوار استم سال که در پیش روی ماست با می افتخار سپریش کنین و من الله توفیق.